استاد داریوش طلایی زاده 26 بهمن 1331 هستند. ایشون نوازنده بسیار چیره دست تار و ستار و مؤلف کتاب تحلیل ردیف که به تازگی منتشر شده و جایزه کتاب سال ایران در سال 1395 رو از آن خودش کرد و این کتاب عنوان نقطه عطفی در زندگی استاد داریوش طلایی هست. ایشون در دماوند در یک خانواده علاقمند به موسیقی متولد شدن. از 11 سالگی به هنرستان موسیقی رفتن و در اونجا به تحصیل موسیقی کلاسیک غربی و موسیقی ایرانی پرداختن با ساز تخصصی تار و همزمان در همون هنرستان نزد علی‌اکبر خان شهنازی ردیف های موسیقی رو یاد گرفتن و علاقه فراوانی به ساز تار پیدا کردن. پس از گرفتن دیپلم هنرستان همزمان در دانشگاه تهران رشته موسیقی دانشکده هنرهای زیبا و مرکز حفظ و احیای موسیقی مشغول به تحصیل و ادامه فعالیت هنری خودشون شدن و سرپرسته گروه های موسیقی که در جشن هنر شیراز برنامه اجرا میکردن رو داشتن. ایشون نزد استادانی چون علی‌اکبر خان شهنازی، نورعلی خان برومند، عبدالله خان دوامی، یوسف فروتن و سعید هرمزی آموختهای خودشون رو تکمیل کردند و از سال 1355 به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مشغول به تدریس موسیقی در دانشگاه تهران شدن و در سال 1358 موفق به دریافت بورسیه دولتی فرانسه در دانشگاه نانتر شدن که از دانشگاه های بسیار معتبر در حومه غربی شهر پاریس هست. در اونجا هم به فعالیت های ضبط، تدریس و تحقیق موسیقی پرداختند و همچنین اجرای کنسرت و تا مقطع دکترا در رشته موسیقی شناسی ادامه تحصیل دادند و کنسرت های بسیاری هم در اروپا و در آمریکا اجرا کردند. ایشون بعد از بازگشت به ایران از سال 1371 تا حال حاضر عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هستند و تألیف های بسیار زیادی هم داشتند و آلبوم های زیادی هم از ایشون منتشر شده. از جمله این آثار ردیف میرزا عبدالله هست به روایت نورعلی خان برومند که بعد کتاب تحلیل ردیف بر اساس این کتاب نوشته و تدوین شد که در کتاب با نمودارهایی بخش های هر گوشه توضیحاتی داده شده و مقایسه فیگوری صورت گرفته. آلبوم تکنوازی ستار، آلبوم تکنوازی تار سایه روشن، آلبوم چهارگاه، شب وصل با آواز استاد شجریان، دود عود با آهنگسازی پرویز مشکاتیان، آلبوم ساز و آواز، کنسرت دیگر که همراه با آواز شهرام ناظری منتشر شده، همچنین آلبوم کالیگرافیس وکاز با صدای علیرضا قربانی و تنبک جمشید شمیرانی در خارج از کشور منتشر شده، ردیف سازی و آوازی به همراه آواز رضوی سربستانی، جنگ و صلح نام آلبوم دیگه ای با تار هست، دلگشا همچنین باز تکنوازی تار، جلوه گل همراه با آواز علیرضا قربانی و تنبک جمشید شمیرانی، کتاب بسیار ارزشمند نگرش نو به تئوری موسیقی ایرانی و کتاب 23 قطعه پیشتر آمد و رنگ‌های علی‌اکبر خان شهنازی از جمله آثار ایشون به شمار میره. استاد طلایی ضمن مطالعه انواع سبک‌ها و مکاتب تارنوازی و ستارنوازی با استادی تمام هر کدوم از این سبک‌ها رو اجرا می‌کنن و در آینده قصد داریم که در مورد شیوه خود ایشون که تقریبا میشه گفت شیوه ایست بر اساس شیوه قدما با ویژگی های خاص و منحصر به فرد خود ایشون صحبت بکنیم و در مورد نوازندگی ایشون توضیحات بیشتری ارائه بکنیم.